آیا میدونید در طی هر سال میلیون ها زلزله اتفاق میفته، حتی برای شما، اما اونو احساس نمی کنید؟ با ما رادیو تاریخ همراه باشید تا با تعریف و سنجش زلزله شروع کنیم و 10 تا از بزرگترین زلزله ها از سال 1900 تا به امروز رو براتون بگیم. اندازه بزرگی زمین لرزه که میزان انرژی آزاد شده توی کانون زمین لرزه رو نشون میده، اولین بار در سال 1935 توسط معادله چارلز فرانسیس ریشتر آمریکایی و گوتنبرگ آلمانی ارائه شد. جالبه بدونید که هر ریشتر با ضریب 31.5 بزرگتر میشه، یعنی دو ریشتر 31.5 برابر بزرگتر از یک ریشتره و سه ریشتر 31.5 برابر بزرگتر از دو ریشتره و به همین ترتیب. 10 تا از قوی ترین زلزله های تاریخ از سال 1900 تا به امروز. شماره 10، 16 دسامبر 1920 در هایوان چین. میزان تلفات این زلزله 8.5 ریشتری به درستی بیان نشده، اما شدت زمین لرزه به حدی بوده که تا 200 کیلومتر اونورتر از کانون زلزله هم احساس می‌شده و پس لرزه‌های اون تا 3 سال ادامه داشته. 9، 28 مارس 2005 در نایاس اندونزی، با شدت 8.6 ریشتر و با 1300 نفر کشته در غرب سوماترا. شماره 8، 15 آگوست 1950 در آسام تبت. این زلزله 8.7 ریشتری که در عمق 15 کیلومتری زمین و در مرکز رشته کوه هیمالیا اتفاق افتاد، با وجود کوهستانی بودن و کم جمعیت بودن منطقه، حدود 4800 نفر کشته به جا گذاشت. همچنین بر اساس گزارشات، مسدود شدن رودخونه‌ها بر اثر زلزله و فوران آب جمع شده باعث ایجاد صدای بسیار مهیبی شد. شماره 7، سونامی 8.8 ریشتری که در 13 ژانویه 1906 در ساحل اکوادور اتفاق افتاد. وقتی کانون زلزله در دریا باشه و موجب لرزش آب و فوران اون باشه به اون سونامی گفته میشه. در این سونامی بزرگ که در مرز کولومبیا و اکوادور اتفاق افتاد، 1500 نفر کشته و 5000 نفر زخمی شدند. شماره 6، 27 فوریه 2010 در کنسپسیون شیلی. با وجود استحکام ساختمان‌های شیلی، حدود 700 نفر کشته و 400 میلیون دلار ضرر مالی این سونامی بزرگ بود که 53 کشور اعلام وضعیت خطرناک کرده بودند. شماره 5، زلزله مرگبار 9 ریشتری در 4 نوامبر 1952 در شبه جزیره کامچاتکای روسیه. سونامی بزرگ اون که از خود زلزله مرگبارتر بود، موجهایی به ارتفاع 18 متر ایجاد میکرد. در اون زمان کامچاتکا فقط 6000 نفر جمعیت داشت که نزدیک به نیمی از اون، یعنی 2336 نفر بر اثر این زلزله و سونامی کشته شدن. شماره 4، 11 مارس 2011 سندای ژاپن. این زلزله 9.3 ریشتری باعث شد که سیستم خنک‌کننده تأسیسات هسته‌ای فوکوشیما از کار بیفته و با این اتفاق مقامات سریعاً دستور ترک منطقه رو دادن، اما با این وجود باز هم آمار کشته شده ها زیاد بود. این زلزله که با حدود 235 میلیون دلار خسارت مالی در شهر سندا در ساحل شرقی ژاپن رخ داد، حدود 15000 کشته، 6000 نفر زخمی و حدود 2000 نفر مفقودی به جا گذاشت. این زلزله بزرگترین زلزله ثبت شده در ژاپن. البته به خاطر شدت تخریب راه‌های ارتباطی و شبکه‌های حمل و نقل، ارزیابی تلفات به طور دقیق غیر ممکن بود. شماره 3، دوباره سوماترای اندونزی، 26 دسامبر 2004. یکی از شدیدترین زلزله ها در عمق 30 کیلومتری زمین که علاوه بر اون باعث به وجود اومدن مرگبارترین سونامی شد که در 14 کشور در سراسر آسیا و شرق آفریقا احساس شد. ارتفاع ثبت شده موج های این سونامی به 50 متر هم گزارش شده.
این زلزله 9.1 ریشتری جزیره سوماترا باعث مرگ نزدیک به 230,000 نفر و بی‌خانمان شدن نزدیک 1,700,000 نفر شد. شماره 2. زلزله‌ای که به مدت 3 دقیقه و 26 ثانیه آلاسکای امریکا را در 28 مارس 1964 لرزوند. کانون زلزله در 23 کیلومتری زمین بود و خسارت مالی اون 311 میلیون دلار برآورد شد. ارتفاع امواج سونامی این زلزله 67 متر گزارش شده و با وجود خسارات فراوان این زلزله 9.2 ریشتری تنها 139 کشته به جا گذاشت. شماره 1. 22 می 1960، والدیویا، شیلی، بزرگترین زلزله تاریخ. این زلزله 9.5 ریشتری در جنوب شیلی در ساعت 7.11 دقیقه بعد از ظهر یک شنبه تا ساعت 7.21 دقیقه یعنی به مدت 10 دقیقه این منطقه را لرزوند. در حدود 6000 نفر کشته و بیش از 3000 نفر زخمی و بین 400 تا 800 میلیون دلار خسارت مالی این زلزله گزارش شده. این زلزله به قدری قوی بود که در هاوایی یعنی در حدود 700 کیلومتر دورتر هم خساراتی وارد شد. بندر پورتو ساترا در سونامی پس از این زلزله هم نابود شد. آتشفشان پویهوه پس از نیم قرن خاموشی یک روز بعد از زلزله دوباره فعال شد و خاکستر و مواد مذاب رو تا ارتفاع 6000 متر پرتاب میکرد و تا چند هفته بعد توی آسمون دود و خاکستر دیده میشد. کاپتن ما به پایان رسید. با سپاس از شما که تا پایان ویدیو با ما رادیو تاریخ همراه بودین و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید و میتونید با سابسکرایب کردن ما از آپلود ویدئوهای ما در اولین فرصت مطلع بشید.